پیاده‌روهای شهر مانند روزهای پیش از ویروس کرونا پر رفت آمد هستند و شهروندان فاصله های اجتماعی را کمتر رعایت می کنند. ما خودم مصاب شده بودم و خود قرنطین کردم و علایم مثبت بود و مایات گرم گرفتیم و بعدا خودم والدین مصاب شد، باز یک همشیره مصاب شد، اما به کلینیک و به شفاخانه مراجعه نکردیم. زخپلم روخ شوه ما سیاسر و اغم روخ شوه در کور که الحمدلله بیخی در مرض من کور که از بیخی نشتره. ما در یک خانه تقریبا 7 فامیل هستیم. از 7 فامیل 5 فامیل ما مصاب کرونا شدن، حتی خودم. جاده ها نیز مانند روزهای پیش از ویروس کرونا دوباره پر رفت آمد هستند. خیاطی ها که از عید رمضان تا اکنون فعال هستند، اکنون نیز سفارش های بسیار گرفتند. خوبتر شده کار، مثال پرانتومان خوب است، نزدیک عید آمده، خیلی عید نزدیک است. دیگه دیرشی هم فضل خدا خوب است، خوبتر شده. مردم یک کم ذره رجوع کردن پس دوباره در خرید. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه در روزهای اخیر رویدادهای ویروس کرونا زیر 300 بوده است. از همین رو بیشتر شهروندان این ویروس را مانند روزهای نخست جدی نمی گیرند. مردم گشت و گذار می کنند، اما نه تنها فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، بل اکثریت از ماسک استفاده نمی کنند و تنها مکانهایی را که شما غیر فعال می بینید در شهر و بازار او مکاتب و دانشگاه ها هستند. وزارت صحت عامه می گوید که 72% مبتلایان به ویروس کرونا مردان و 28% زنان هستند. 95% جانباختگان نیز مردان هستند. اما بیشتر مبتلایان این ویروس جوانان 20 تا 30 ساله هستند. اوس موږ تقریبا 15% د مثبت یا د پازیټیویټی ریټ لرو. که دا موږ 15% ته راکم کو، بیا عادي زندگی ته بیرته شروع کولای شو. نو څو میاشتې باید چې نور منتظر شو. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه رویدادهای تایید شده یا ویروس کرونا در کشور به بیش از 33,000 رسیده است. از این میان بیش از 20,000 تن بهبود یافتند.